بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید داریم به ماه ذی‌الحجه نزدیک میشیم و ایام حج، و میدونید و میدونیم که صحبت در مورد این مسئله چقدر زیاده و یه چند تا نکته رو هم ما اضافه میکنیم بهش. نکته اول اینه که باید بدونیم حج دو نوعه. یکی نوع واجب هست که حج تمتع، توی ماه ذی‌الحجه حجی ها رو میفرستیم مکه. نوع دوم حج مستحبه، حج عمره. حج عمره که ما الان چند ساله تو شرکت نمی کنیم و هیچ حاجی از ایران برای حج عمره اعزام نشده. یعنی این همه قیل و قالی که راه افتاده بر علیه حج، همش در مورد یک واجب الهیه. توی دین اسلام گفته شده بر هر مسلمانی واجبه اگه توان مالیشو داشت یک مرتبه مشرف بشه به مکه و یه بار بره حج، که تعدادشون هم 85,000 نفر بیشتر نیستن و در مقابل اون 2,000,000 نفری که امسال ترکیه، آنتالیا، نه پاک کن این تصویر خوب نیست. از همه چی جالبتر اینه که خود عربستانی هم خیلی مشتاقن که ما توی این مراسم شرکت نکنیم. یعنی خود رژیم آل سعود هم منتظره ایرانی از حج انصراف بدن تا حاجی هایی از کشورهای مالزی و اندونزی و هندوستان بیان جایگزین بشن. یعنی نبود حاجی ایرانی اصلا احساس نمیشه و هیچ خسارتی متوجه حال این رژیم کودک‌کش نمیشه. و اینکه وهابی‌ها با نبود ایرانی‌ها و شیعیان توی حج یه خوراک تبلیغاتی خوب دستشون میاد. اونا میان صدا میزنن آی دنیا بیاید ببینید ایرانی‌ها حج نمیان، از اون طرف میلیونی با پای پیاده اربعین خودشون میرسونن کربلا. پس عقل حکم میکنه حضور ایرانی‌ها و حضور شیعیان ایران توی مراسم حج، این اجتماع بزرگ مسلمانان جهان، لازمه و واجبه. اما خب برای این که ارز و کشور از مملکت خارج نشه یه راهکارهایی هست، مثل این که از حاجی‌های عزیز بخواید از اونجا هیچ چیزی خرید نکنید، اونجا فقط زیارت کنید و دعا کنید برای شیعیان جهان و شیعیان ایران. پیروز و سربلند باشید. یا علی مدد.